سلام و وقت بخیر به مجله صبح. امروز با من ادریس فاروقی خوش آمدین. موضوع امروز ما در پیوند به کارکرد و برنامه های وزارت فواید عامه و مهمان امروز ما هم در مجله صبح آقای اشرف حقشناس معاون سخنگوی وزارت فواید عامه حضور پیدا کردن تا به گونه مستقیم پرسش ها و مشکل هایی که شما می داشته باشین پاسخگو باشن. دور ارتباطی برنامه همچنان در اختیار شما قرار داره. 0791 300 654 شما رو به گونه مستقیم به مجله صبح وصل میکنه. اگر تماس شما برقرار نمیشه میتونین سر به نشانی فیسبوک یک تیوی نیوز دات اف بزنین، از طریق پیامخانه پرسش و یا مشکلی که دارین رو بنویسین، ما در برنامه می داشته باشیم. از آغازم تقاضا میکنم خواهشن زمانی که تماس میگیرین موقعیت درست سر اختیار بکنین، صدای ما رو از طریق تلفن داشته باشین تا بتونین به گونه دقیق پرسشی که می داشته باشین رو در برنامه داشته باشیم. اخشناس خیلی خوش آمدین، صبح شما بخیر. از ابتدا میخوایم در رابطه با آخرین دستاوردها و همچنان برنامه اخیری که عملی شده صحبت شما رو داشته باشیم در وزارت فواید عامه. تشکر بسیار زیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همکارای تکنیکی و همه بینندای عزیز تلویزیون. در قدم نخست ما اتحاف دعا میکنم برای شهدایی که در حوادث اخیر در ولایت لوگر و همچنان لیسلی شهدای دشت برشی، تعداد زیاد از هموطنان عزیز ما و همچنان نیروهای امنیتی ما که در سنگرهای دفاع از تمامیت ارضی افغانستان جانهای شیرینشان از دست دادن، با روح تمام اینا اتحاف دعا میکنم و از خداوند متعال در این ماه مبارک رمضان تمنا دارم که جای همیشگی اینا را بهشت برین داشته باشه. وزارت فواید عامه یکی از وزارت‌های سکتوری افغانستان است که مطابق یک استراتژی، یک دیدگاه کلان که در پالیسی حکومت افغانستان است کارهای خود انجام میده. ما در 5 بخش اساسی کار میکنیم که در قدم نخست اتصال منطقوی است، سرکایی است که افغانستان با کشورهای همسایه ما و همچنان با کشورهای منطقه وصل میکنه. بخش دومش اتصال ملی است، سرکای القوی افغانستان است که ما یک بخش کار ما در بخش سرکای القوی افغانستان است که کار را انجام میدیم. بخش سوم رویکردهای اقتصادی است، دهلیزهای اقتصادی افغانستان است که ما بالای دهلیزها کار میکنیم و همچنان بخش چهارمش محو انزوای جغرافیایی است که دیدگاه جلاد ما رئیس جمهور است که ما چطور می توانیم مناطقی که در انزوا قرار دارند یا در سالهای گذشته به اون مناطق توجه نشده، ما بتونیم در اون مناطق یا در اون ولایت های دوردست سرک ما را ساختمان بکنیم. بخش پنجمش سهولت های حداکثر ترانسپورتی است که ما کار میکنیم تا هموطنان عزیز ما با سهولت های ترانسپورتی دست پیدا بکنند. درست. در چند روز اخیر در برنامه که 100 روز 100 مجده از طرف مقام علی ریاست جمهوری بود، وزارت فواید عامه چندین پروژه را افتتاح کرد، کارش تکمیل شده بود، به بهره برداری سپرده شده و همچنان تعداد از پروژه کارشان آغاز میشه و شماری از پروژه در آستانه افتتاح است که کارشان یک قسمتش باقی مانده که انشالله تا 3 ماه آینده ما این پروژه را تکمیل میکنیم، بهره برداری سپرده خواهد شد. پروژه اول ما که در سفر وزیر فواید عامه به ولایت قندهار افتتاح شد، سرک قندهار سپین بولدک بود، یکی از پروژه های مهم حکومت افغانستان است که ما قبلا یاد کردم که در قسمت اتصال منطقوی افغانستان که ما با کشورهای همسایه داریم این پروژه نهایت مهم است که از میدان هوای قندهار شروع میشه، در خط فرضی دیورند افغانستان با کشور پاکستان وصل میکنه. 40 کیلومتر این سرک طول داشت، بخش اول از کارش تکمیل شده و بخش دومش تحت کار میشه که نقش مهم در تجارت ترانزیت منطقوی داره. سرک دومی که در این برنامه افتتاح شد، سرک شورابک سپین بولدک بود، 23 کیلومتر طول داشت، کار از هم تکمیل شده بود. هر دو پروژه دولت قندهار بود که در سفر اخیر وزیر فواید عامه به این ولایت کار از این تکمیل شده بود، افتتاح شد. پروژه سیومی بخش اول سرک دانش پل مغان ولایت کاپیسا بود، 8 کیلومتر طول داشت، این پروژه هم کارش تکمیل شده، مطابقش تحت کار است، پروژه هم افتتاح برای برداری سپرده شد. بخش سیوم افتتاح پروژه 23 کیلومتر سرک میل 78 قسمت باقی مانده بود در ولایت فرا که وزیر فواید عامه در نمی نزدیکی به ولایت فرا سفر نبودن، این پروژه از طرف کشور دوست ایران تمویل میشه، یکی از پروژه های مهم و اساسی افغانستان است که از طریق ولایت فرا یا مرکز ولایت فرا را ای به کشور ایران وصل میکنه که در قسمت تجارت، ترانزیت و انتقال اموال تجارتی نقش مهم و اساسی داره. خوشبختانه برنامه سی میره که ما در هفته که فعلا هفته مسجد است، از طرف مقام علی ریاست جمهوری ما دیروز رهبری وزارت فواید عامه یک باب مسجد بود در وزارت فواید عامه افتتاح کرد که مسجد یکی از مسجدهای خوب در بین وزارتخانه‌های
افغانستان خواهد باشه که ما بر علاوه که برای مردها و در مکان مقدس جای در نظر گرفته شیم، برای خانما، کتابخانه و تمام ملحقاتی که به یک مسجد ضرورت می باشه ما در نظر گرفتیم که مسجد دیروز افتتاح گردید. بسیار تشکر. در ادامه صحبت‌های شما را می‌داشته باشیم. نخستین تماس برنامه را پاسخ می‌دهیم. بینندگان مورد خط هستند. سلام، صبح بخیر. سلام به شما. سلام به مهمان برنامه شما. علیکم سلام. سلام به شما، سلام به مهمان برنامه شما. بسیار خوشحال هستم که برنامه همراهان می‌گیریم و تلویزیون یک تشکر می‌کنم. یک خواهش دارم که زیاد انتظار نمانیم. زیاد تقریبا 20 دقیقه تلفن ما رو انتظار زیاد نمانیم. از آقای از جو همین خواهش دارم که قبلا تماشاگر به ما وعده کرده بود در رابطه با سرکی ماهور معلومات ندارم و به بعد شرکت کردم معلومات میارم. این سرک این ماهور جاهایی که ناامن بود قبلا قریزی شد پخته شد به صحیح امن که بسید کارش توقف بود. به دلیل مدت 7 سال است که کارش صورت نمیگیره، نه مشکل امنیتی است نه مشکل محیطی است. و چی دلیل این متوقف شد؟ جاهایی که ناامن بود، جاهایی که بسیار خطرناک بود، اونا اما وقت جور شد. سرکش جور شد و متاسفانه به جاهای امن که رسید سروی شد و که ما یعنی مدت 7 سال است که هیچ گونه اقدام سرکش در سازه ما صورت نگرفته و مردم بسیار با مشکلات مواجه است و امیدوارم که این دفعه آقای هستی که معلومات بسیار مفصل و واضح برای ما داشته باشد، چون ما دفعه بعدم به ما وعده کرده بود که ما معلومات ندارم، یک کاری 7 سال کشد، انشاءالله این دفعه بعد که بیاییم من معلومات میارم. چون مردم ها زیاد از این ناحیه هم آسیب پذیر است. من فهمی که میترگی و جغتو و لسوالی ماهور بوله تغذی به چی دلیل کارش تواقیب شده. درست. دیگر هم تفاقی نداشتیم و سلام علیکم. تشکر از اینکه تماس گرفتین. بیننده باشین. صحبت های اخشناس برنامه داشته باشیم در پیوند به موضوعی را که شما اشاره کردین. من تشکر میکنم از برادر ما. تمام ولایت افغانستان ولایت های مهم و اساسی است. غزنی از جمله ولایت های تاریخی افغانستان است. پروژه که ما در ولسوالی ناهور و ولایت غزنی داشتیم، سرک های اکثر ولسوالی غزنی در سالهای گذشته توسط تیم های وزارت فواید عامه سروی تکنیکی صورت گرفته، ولی بدبختانه به اکثر پروژه‌ای که ما در افغانستان داریم بودجه نداشتیم. هموطنان عزیز ما میدانند که کسر بودجه و نبود بودجه در حکومت افغانستان در بخش سرک سازی یکی از چالش های عمده وزارت فواید عامه میباشه که ما نمیتونیم به تمام ولایت افغانستان در عین زمان پروژه را تطبیق بکنیم. انشاءالله ما موضوع را با رهبری وزارت فواید عامه شریک ساختیم. در پلان وزارت فواید عامه سرکا شامل است که ما روزی بتانیم با تمویل بودجه این پروژه این سرکا را دوباره عمار و ساختمان بکنیم. ما به برادر ما وعده میکنم که من پروژه اینا را با رهبری وزارت فواید عامه قبلا هم شریک کردم، بار دیگه هم شریک میکنم. خوشبختانه رهبری فعلی وزارت فواید عامه تعهدی را که در قبال مردم عزیز ما دارن، در قبال حکومت افغانستان و در قبال ولایت افغانستان داره که سرکایی که مشکل دارن، ما بعد از این تمام تیمای تکنیکی به اساس یک اولویت بندی ما پروژه در ولایت افغانستان تطبیق میکنیم. این پروژه تمامش بررسی میشه که ما در کدام ولایت افغانستان مشکلات داریم و در اون قسمت مشکل موجود باشه ما بتونیم پروژه در ولایت ها تطبیق بکنیم. بسیار تشکر. تماس داریم. سلام، صبح بخیر. سلام به شما. سلام به بیمانتان امین بیک از کابل. مهربانی. بیمانتان سه پرسش دارم. یکی درباره سرک بهارک اشکاش معلومات دارم که چقدر کارش پیش رفته و چه وقت افتتاح میشه. دوم کار تونل جدید چه وقت آغاز میشه و چه وقت در بر میگیره کار از این. و سوال سیم که پرسش دارم از جناب اخناس بهارک و کش ملا فیض آباد در اواخر سال سیلاب آمده بسیار تخریب کرده، گل و لای آورده. آیا این پاکش مربوط شما میشه مربوط وزارت از اوادس؟ اگر مربوط شما میشه چه وقت کار را آغاز میکنید؟ به خاطر که مردم بسیار مشکلات مواجه هستم. بسیار تشکر از اینکه تماس گرفتیم. بیننده باشه نقشناس. برادر ما از سرک بارک اشکاشه میاد کردن. من تشکر میکنم. پروژه بارک اشکاشه یکی از پروژه های مهم حکومت افغانستان وزارت فواید عامه است. بیشتر از 108 کیلومتر طول داره و بیشتر از 98 میلیون دلار پروژه قرارداد کرده. کار و پروژه عملا جریان داره. برادر ما شاید از ولایت بدخشان آگاهی داشته باشه. بعضی ولایت های ما در زمستان هوا سرد می باشه، کار عملی در پروژه جریان نمی داشته باشه، ولی کار پروژه جریان داره. با گرم شدن هوا قسمت هایی که باقی مانده ما به کار
پروژه جریان می‌داشت تا تکمیل شود. اما وعده می‌کنیم که هیچ مشکل ما در پروژه نداریم، کارش عملا جریان داره. تونل سالنگ برادر میاد که تونل سالنگ یکی از پروژه‌های مهم است. این تونل حدوداً 6.9 کیلومتر طول داره و 300 متر از تونل فعلی کرده پایان در نظر گرفته شده. ما تمام بسته تکنیکی از این تکمیل می‌کنیم و بعد از او به خاطر بودجه‌سازی از این با حکومت افغانستان و حکومت با دونرایی که وزارت فواید عامه را در این قسمت همکاری می‌کنه ما شریک می‌کنیم تا پولی که به این نیاز است بودجه از این دریافت شود و ما کار اساسی را آغاز بکنیم. تا هنوز متاسفانه ما در این قسمت کدام بودجه نداریم، اما کار تکنیکی از این خوشبختانه داستانه تکمیل شدن است و قسمت کمش باقی مانده که ما پکیج مکمل تونل جدید تکمیل بکنیم. در قسمت پاکاری سرکا گفتن سرک کشم فیض آباد گفتن شاره ها تمام شاره افغانستان مر مسئولیت وزارت فواید عامه است. ما دیروز هم که همکارا به ما از ولایت بدخشان گزارشان حتی شب اینا پاکاری کردن قسمت هایی که سرکات از توسط سیلاب ها بندش داشتن یا اینکه بعضی قسمت های سرکات در بعضی ولایت افغانستان تخریب شده. تمام تیم های تکنیکی که ما در ولایت افغانستان داریم به اساس هدایت رهبری فعلی وزارت فواید عامه اینا موظف هستند که به اسرع وقت در قسمت پاکاری شاره ها و قسمت هایی که بندش دارن پلچک ها و اینا پاکاری بکنن تا شاره برای هموطنان عزیز ما پاک باشه. شکر. تماس داریم. سلام، صبح بخیر. بله، سلام علیکم. علیکم سلام، مهربانی. شما خوب هستید؟ شما سلامت باشید. سلام میمان فناندارم، سلام برش تقدیم میکنم. از طریق تلویزیون زیبای شما یک سلام برای مردم شریف افغانستان دارم. ما از این میمانتان از ریجان گلمند هستم به خاطر که برای ما واقع کرده که سرک از کابل تا غزنی یک بازسازی نشد، مگر متاسفانه اینا چند مراتب برای ما واقع کرد دواده خود به حساب والا خلافی کرد، سرک بازسازی نشد از غزنی تا کابل. نصفش کار شروع بود مگرم اما پرچاو شد. دلیل از این چیز دویومی دیگه چند ماه پیش رسانه معتبر و نیست یک اینا اعلان کرده که دو سرک القیده صفات شمال افغانستان بود یا در کدام طرف نمیفهمم عراق بود که کفت از اینا را یا بودجیش بند کرد، کار سرک متوقف کرد. چرا؟ دلیلش چیست؟ سیام دیگه هیدری جان از این دلیل مایست که این موترهایی که تناج بسیار از وسط توان خود بالا اضافه باری میکنه سرک ها را پاره پاره کرد، سرک ها را خراب کرد، بین سرک جر پیدا کرد. آیا چرا جلو وزیره نمیگیرن؟ اگر 20 تن به حساب موترها بار میکنه تا 40-45 تن او اضافه باری میکنه درست. چرا جلوش نمیگیره؟ سابق فایدامی افغانستان ترازو داشت که وقتی موترهای تناج بلند را طول میکرد اگر اضافه باری میکرد بارش پایین میکرد اونا را جریمان میکرد. مگر متاسفانه فایدامه دستر وزارت مالیه هم اندازه میگه که وزارت مالیه است. اگر کار از اوست هم تو جلوش بگیری، اگر کار خودتان است هم نمانین. به خاطر که سرک وقت خدا این خواستا سرک ها خراب شد اینا خود بسیار در قیمت به اندازه بالا جور شدن. لطفا آن کم ذره جلوگیری کنین یا بازسازی کنین امون سرک ها را. درست. تشکر. تشکر از شما، تشکر از میمانتان، تشکر از تلویزیون جهانی یک. تشکر از شما همچنان که تماس گرفتین. بیننده باشه، نقشناس بره بیننده ما. ما اول از برادر ما تشکر میکنیم، گلایشم به سر بچشم، ولی بعضی صحبت هایی را که من میکنم مشکلات ما را هم درک بکنن. سرک کابل قندار یا کابل غزنی یکی از پروژه های مهم است. نه تنها که یک سرک است که یک دهلیز است که چندین ولایت افغانستان وصل میکنه و چندین بندر هم از سمت غرب افغانستان وصل میشه به مرکز افغانستان. ما در سالهای گذشته قسمی که برادر ما گفت دو بخش از این قرارداد کردیم با دو شرکت خصوصی که از طرف بانک شفاف آسیا تمویل میشد. متاسفانه وقتی ما کار را در ساحه آغاز کردیم توسط دشمنان آبادی افغانستان حملاتی که صورت میگرفت، مشکلات امنیتی که در پروژه بود، متاسفانه ما نتونستیم کار پروژه را پیش ببریم. پروژه متوقف شد که حتی ما مجبور به این شدیم که میادی که برای پروژه برای تکمیل پروژه در نظر گرفته شده بود این میاد تکمیل شد و ما ناگزیر شدیم پروژه را با فسخ شرایط
توان کنیم به اداره محترم تدارکات ملی و ما ناگزیر بودیم که کارا بکنیم، چون قانونا ما دیگه اجازه نداشتیم. یک بخش صحبت‌های برادر ما، اما به یک خوشخبری می‌خوایم برشان بدم. سفر اخیری که وزیر سیف فوایدان به ولایت قندهار داشت، هدایتی را که جلاد ما رئیس جمهور برای وزیر سیف داده بود، اونا در ولایت قندهار اعلان کردند که سرک در مجموع از ولایت قندهار تا کابل هم لین موجوده 18 سال فعلی که ما قرار داریم سروی اساسی صورت میگیره. ای تا ما ای را بتانیم ترمیم بکنیم، در پهلوی از این سروی و مشخصات به بخش کارهای تکنیکی یک لین دوم یا یک سرک دوم در پهلوی از این ما در پلان وزارت داریم که هم این شارهای موجوده را ترمیم بکنیم و هم یک لین دیگه به خاطر عبور و مرور بهتر هموطنان عزیز ما ای جای ما را ساختمان بکنیم که شامل پلان وزارت فواید هم است که انشاءالله با آمدن صلح و تامین امنیتی مناطق ما بتانیم کار خود در قسمت آغاز بکنیم. برادر ما گفتن که دو بخش دیگه سرک القوی افغانستان کارش متوقف است، بنای فهم مشخص که میکرد کدام بخش بوده. ما هیچ بخش کار سرک القوی افغانستان متوقف نیست، عملا کار سرک القوی دولت بادغیس جریان داره، دو بخشش کدام مشکل جدید این قسمت وجود نداره. در قسمت موتورهای بلندتوناژ گفتن و جلوگیری گفتن این نه تنها که وظیفه وزارت فواید هم است، وظیفه تمام هموطنان عزیز ما است، وجیبه ملی شون است. سرک سرمایه ملی است، از پول بیت المال ساخته میشه، متعلق به مردم افغانستان است. ما چند کار اساسی رو بر ترازوای افغانستان کردیم، من با برادر ما میخوام یاد بکنم. اولی که تمام کارمندای ترازوا در اخیرین اقدام وزیر فواید هم از کارشون برکنار شدن، یا به فساد آغشته بودن، یا اینکه اتهام فساد با اونها از اینا وارد بود. حدودا بیشتر از 160 نفر کارمند از وظایفشون برکنار شده، هم تشکیل وزارت تغییر کرده و هم از یا که متهم به فساد بودن از کار برکنار شدن. فعلا شماری از بسای ترازوا عملا دیلان است. برادر ما میتونن برن به سایت اکبر و همچنین به سایت وزارت فواید هم بسا رو ببینن که ما دوباره میخوایم که افراد شایسته و کسایی که به افغانستان متحد باشه در این بستا مقرر بکنیم. در قسمت ترازوا بله در شورا ترازو موجود است، وزارت فواید هم شورا رو کنترل میکنه، اما ما در تمام شورای افغانستان در هر فاصله دمتری نمیتونیم که ترازو داشته باشیم. بنان و وجدانن کسایی که تجار ملی هستن، کسایی که بار انتقال میدن، بار شالان هستن یا شرکت های ترانسپورتی هستن، با وزارت فواید هم با مردم افغانستان همکار باشن. سرک متعلق به مردم است که سرمایه ملی حفظ شود. بسیار تشکر. تماس داریم، بیننده ما روی خط هستن. سلام، صبح بخیر. تماستون وصل است، نامتان از کجا تماس گرفتین؟ امین الله هستم، از ولایت تخار تماس گرفتین. مهربانی. نخست سلام میکنم به مهمان محترمتان. فقط سوال ما این بود که یعنی سرک مورای کوشکی 8 سالی به ولایت وصل میکنه، در 20 سال هم از جور نشد. درست، موضوعی که دوری کردین یادداشت شد، بیننده باشین. اخش نصیب کوتاه برای بیننده ما. سرک ماورای کوکچه، تشکر میکنم از برادر ما اول، از امین الله خان. سرک ماورای کوکچه هم یکی از پروژه مهم است. این سرک برالاوی چند ولسوالی رو وصل میکنه، بندر خانم به خود مرکز ولایت تخار به شهر تارقان وصل میکنه. چهار بخش از این عملا تحت کار است، کار جریان داره. متاسفانه سردی هوا در زمستانی که گذشت باعث از این شد که کار یک بخش از این پروژه متوقف باشه، ولی عملا که هوا گرم شد ما کار پروژه را انشاءالله جریان میداشته باشه و بعضی مشکلات های که هموطنان عزیز از طریق سوشال میدیا با ما شریک میکنه ما در جریان هستیم، انشاءالله مشکلات حل میشه، با گرم شدن هوا ما کار پروژه دوباره آغاز میکنیم. بسیار تشکر. تماس داریم یک بیننده دیگر مونی خط هستن. سلام، صبح بخیر. تماستون وصل است، نامتان، مهربانی، از کجا تماس گرفتین؟ سلام به تمام اعضای برنامه شما و خصوصا مهمان عزیز شما. امام الدین هستم از ولایت غزنی و استادی خوجا مری تماس. از غزنی گفتین درست؟ ها بدرخان. مهربانی پرسشتن. برادر خان، من یک پرسش از مهمان برنامه شما داشتم، یکی در رابطه با میشه خود ما گریوار هستم. در رابطه با شورای کابل قندار گفتم پرسان کنم. امروز که معمولا در منطقه ولایت زابل یک دستور و اوردر دمجا کم در مجرا را پاری میکرد که همین ترمیم دوباره درست میگیره یا نه، و یک دیگه همین سرکی مرد میلی افراده اشته گفتن یا طول چند تا میده که دمونجا کار جریان داره خمون تا آنوز جای خریزی و اسفالت دیگه پا نشده و کارش هم خیلی به کندی جریان داره، من تا اونجا جایش خیلی خراب آمده امیر معلومات میخواستم. و دیگه در رابطه با ترازو که گفت ترازو همه یعنی کنترل نیست، ترازو هم میگفتی برادر ما خیلی اعمال ترازو که خاندان که میشه ماشینا خوب فعلا کنترل شده، از مرد میره ساده شد اینجا سن اجازه بالا نمیده، خود بازارچی ایران اینجا چون وزن خارج شه اجازه میده، خمون تا در قندار اینجا اینجا سن اجازه نمیده، پول میگرم اگر مترار اعلام میکنن از هر مترار 5000 افغانی میگره و اعلام میکنن دیگه. این که سرگاه تزبیر شده که یکی و نفهمه چیزا تایی شده
در غیر از آنکه که کم بار حالی یک لیتر تیل در سیجا افغانی چی بریم از آن نفشته باید که وزارت مالی افاوی جامعه همی تجارای ملی گمرکات همه ایشان اگه نشست داشته باشه یک چی را ایمار کنن نه مردم متداری شده نه سرک ما شما خراب شده دیگه همی معلومات میخواستم شما تشکر از اینکه تماس گرفتین. بیننده باشین. بعد از یک میان برنامه کوتاه شناس صحبتشون رو برای شما می داشته باشن. همچنان دور ارتباطی برنامه در اختیار شما هم قرار دارم. میتونین بگونیم مستقیم سمتون را در برنامه داشته باشین. وقفه. برگشتیم ادامه مجله صبح. تماس بینده ما را پاسخ میدیم. سلام صبح بخیر. تماس بینده ما قطع شده. اخشناس برای بینده ما که از غزنی تماس گرفته بودن. ما به برادر ما که از غزنی به تماس شده بودن در قسمت ترمیم شورا صحبت کردن. بله ما بعضی قسمت هایی که توسط ریاست های فوایدامی ولایت ما در این مسیر موجود است، مثلا زابل است، قندار است، غزنی است، این مسیر وقتی عبور میکنه بعضی قسمت هایی که زیادتر تخریب میشه که در توان ریاست های فوایدامی ولایت است، این را به اساس معاهدات رهبری وزارت هر از گاهی ما میریم ترمیمات میکنیم، پلا پلچک هایی که اینا تخریب میشه دوباره ترمیم میکنیم. اما در قسمت از اینکه تمام پروژه را ما قبلا هم یاد کردم شامل پلان وزارت فوایدامی است، در سروی تکنیکی از این امسال شروع میشه، هم از لاین موجوده و هم یک لاین جدید برای سال آینده ان شاء الله پلان شده که ما را شامل بودجه بسازیم و کار عملی پروژه آغاز شود. میل 78 ولایت فرار را گفتن. میل 78 ولایت فرار دقیقا در سالهای گذشته کارش آغاز شده بود، ولی بنابر بعضی مشکلاتی که موجود بود این پروژه در اون زمان تکمیل نشد. حدودا 117 کیلومتر طول داره، 60 کیلومتر از قبلا تکمیل شده، 35 کیلومتر عملا تحت کار است، 23 کیلومتر در سفر اخیر وزیر فوایدامه کارش آغاز شده. ان شاء الله ما تلاش میکنیم که پروژه را تا سال آینده به گونه اساسی تکمیل بکنیم. تشکر. تماس داریم. سلام صبح بخیر. تماس بینده ما قطع شده. اخشناس صاحب چقدر نظارت صورت میگیره از پروژه هایی که قرار داد میشه از طرف وزارت فوایدامه؟ نظارتشون چگونه است؟ پروژه‌ای که قرارداد میشه میان وزارت فوایدامه و شرکت‌های خصوصی، ما در تمام پروژه از طرف وزارت فوایدامه مراقبت کننده عملاً در ساعت داریم تا اینا کوالیتی و کیفیت کار وقتی که تطبیق میشه یا چک میکنه، هم موادی که شرکت قراردادی استفاده میکنه و هم خاکی که در این مسیر موجود است اینا تست میشه و بعد از اون سرکای ما را ساختمان میشه. اما بدبختانه متاسفانه یا در بعضی ولایات افغانستان ما بعضی پروژه را داریم که بعضی عوامل تخریب میشه و اتهام با وزارت فوایدامه بسته میشه که ما گویا کار به گونه اساسی تکمیل نکردیم. این مشکلاتی که به بار میه یا تناژ بلند وسایتی که از اضافه بار میکنن سرک تخریب میکنن، یا که در بعضی ولایات متاسفانه بی توجهی هموطنان عزیز ما باعث از میشه که سرک ها و شارها تخریب شوه. شما در بعضی مسیرها برین موتورشویی را گفتن در لب سرک جور کردن و تمام آب موتورشویی میه به سر سرک و دشمن سرک آب است. وقتی آب به سر سرک جاری شه موتور رو برو مرور کنه و سرک ها مکمل تخریب میشه. هموطنان عزیز ما در قسمت حفظ مراقبت، در قسمت حفظ سرمایه ملی با ما همکار باشن، نگذارن که سرمایه ملی تخریب شود. یعنی از یک طرف هموطنان عزیز ما یک وجیبی ملی و دینی شده در قبال سرک ادا میکنه و از طرف دیگه همکار خوب با وزارت فوایدامه بوده میتونه. بسیار تشکر. تماس داریم. سلام صبح بخیر. تماس بینیدیم و قطع شده. همچنان در ادامه برنامه تماس های شما را در برنامه میداشته باشیم. اگر در پیوند به موضوع با مشکل دارین و هم پرسش دارین میتونین به گونه مستقیم سمتون را در برنامه داشته باشین. اخشناس کوتاه برای بینیدهای ما که در قسمت شورای سالنگ پرسیدن صحبت های شما را میداشته باشیم کار ترمیم و همچنان ساخت شورای سالنگ. قبلا هم یاد کردم شورای سالنگ یک شورای مهم و اساسی کشور است. این شورا نه تنها که چند ولایت افغانستان تقریبا 9 یا 10 ولایت سمت شمال به پایتخت یا مرکز افغانستان وصل میکنه، بلکه یک مسیر یا یک دلیز اقتصادی است که چندین بندر به مرکز افغانستان وصل میشه تا در قسمت تردد انتقالات اموال تجارتی نقش مهم و اساسی داره. متاسفانه این شورا در سالهای گذشته در زمان جنگ ها هم به دلیل انفجاراتی که توسط دو زمان صورت گرفته تخریب گردیده بود و هم وسایط باربری که اضافه بار میکنه شورا تخریب شده. چند برنامه اساسی به خاطر ترمیم و اساسی شورای سالنگ مورد دست داریم. اول
شورای موجوده در پلان وزارت فواید عامه است، کار مطالعات تکنیکیش تکمیل شده که ما بتانیم شورای موجوده را ترمیم اساسی بکنیم. در پهلوی از این تونل جدید در نظر گرفته شده که ما قبلا یاد کردم کار خود تونل تکمیل شده، فعلا کار بالای مطالعات تکنیکی و شورا جریان داره که انشالله این در روزهای نزدیک یا در ماهای نزدیک این هم تکمیل میشه. قسمت سیمی را که میخوایم یادآور شدیم، بدیل شورای سالنگ است، پروژه دوشی بامیان است که ما تا زمانی که بدیل نسازیم شورا را تردد وسایط از این مسیر قطع نکنیم. او پروژه فعلا تحت کار است، حدودا 152 کیلومتر طول داره، چهار بخشش قرارداد شده، دو بخش دیگه شام در پلان وزارت فواید هم است که در سال پیش رو ما قرارداد بکنیم تا بدیل شورای سالنگ اعمار ساختمان شود. تشکر. تماس داریم. سلام، صبح بخیر. تماس می دیدیم وقت شدم شدن در ادامه برنامه تماس های شما رو در پیوند به موضوع امروز می داشته باشیم. اگر پرسش و مشکل می داشته باشین می توانید بگونیم مستقیم سامتون را در مجله صبح داشته باشین. همچنان نشانی ما در فیسبوک facebook.com/yaktvnews.fm در اختیار شما قرار دارم. سلام، صبح بخیر. تماستون وصل است، نامتون از کجا تماس گرفتین؟ صبح بخیر، مهربانی. بینده ما صحبت نمی کنن. اخشناس در قسمت سرکای القوی صحبت شما رو می خواهیم داشته باشیم که چی از پلانا و برنامه. در مجموع ما در چند ولایت افغانستان سرکای القوی را می سازیم. مثلا یک بخشش ولایت کابل است که ما به خاطر که تردد وسایط از داخل شهرها از داخل شهر کم شد، ما سرک القوی می سازیم که تمام وسایط که باربری هستند بار انتقال میدن، اموال تجارتی انتقال میدن، اینا از سرکای القوی عبور و مرور داشته باشه تا هم ازدهامی که داخل شهرها است ازدهام کمتر شود. ما در بعض ولایات افغانستان فعلا سرکای القوی مثل کابل در پلان ما است که در چند وقت آینده کار بخش اول از آغاز خواهد شد. در بعض ولایات دیگه مثل بلخ و بعض ولایات ما عملا تحت کار پروژه را داریم. اما در مجموعی که سرک القوی افغانستان است، ما در ولایت بادغیس دو بخش زیر فعلا تحت کار داریم، نزدیک به 80 کیلومتر میشه کارش عملا جریان داره. 151 کیلومتر متباقی که ولایت بادغیس به ولایت فاریاب وصل میکنه که در مجموع سرک القوی افغانستان با وصل می تکمیل میشه. کارهای تکنیکی تکمیل شده، سروی و همچنان دیزاین تکمیل شده، فعلا در مرحله تدارکات است. بانک انکشاف آسیایی به این پروژه رو تمویل میکنه. ما رو در پلان خود داریم که بعد از طی مراحل تدارکاتی پروژه کارش آغاز خواهد شد تا ما بتونیم که کار سرک القوی افغانستان تکمیل بکنیم. درست، بسیار تشکر. در ادامه هم صحبت های شما را می داشته باشیم. همچنان یک موضوع دیگه هم که ساخت سرک در مناطق دوردست افغانستان و بخصوص مناطقی که ناامن است. در بعض ولایت افغانستان ما پروژه رو داریم در حالت تطبیق است، ولی در عین زمان که ما پروژه رو تطبیق میکنیم متاسفانه شماری از سرکا، پلها و پلچکا یا توسط گروه های تروریستی دشمنای مردم افغانستان تخریب شده یا توسط حوادث طبیعی تخریب شده. این پروژه‌ای که دولت افغانستان تخریب شده، قسمت از این جایی که امن است تیمای ما با او ساعت رفته میتونه، ما دوباره یا با شرکت های قراردادی قرارداد کردیم یا دوباره ترمیم شده یا توسط تیمای ولایتی وزارت فواید عامه این پروژه دوباره ترمیم شده و عملا هموطنان عزیز ما استفاده میکنن. اما در بعضی ولایت افغانستان که مشکلات امنیتی بیشتر است، متاسفانه شماری از پلا و پلچک ها تخریب شده. گروه های تروریستی ارزگاه شما شاید بدین دولت قندهار چند وقت پیش یک پلا اینا انفجار دادن. پروژه‌ای که به صدها مشکل شما وقتی از مرحله سروی شروع میکنین به ساحه میرین تا مرحله دیزاین پروژه که چند ماه را دبر میگیره و چندین فرد یا انجینر بالای از او کار میکنه، بعد از این مرحله تدارکاتیش میره که پول به پیدا میشه، مرحله تدارکاتی سپری میشه، کار پروژه وقتی در ساحه آغاز میشه صدها مشکل پیموده میشه تا یک پروژه تکمیل میشه. ولی متاسفانه با ماین کنار جاده‌ای یا ماین‌هایی که توسط گروه های تروریستی انفجار داده میشه پروژه تخریب میشه. ما خوشبختانه اکثر ولایت افغانستان دوباره کارشان و تکمیل کردیم. بعضی ولایت هایی که باقی مانده شامل پلان وزارت فواید عامه است که ما یارم دوباره ترمیم میکنیم. بسیار تشکر آقای اشرف اخشناس، معاون سخنگوی وزارت فواید عامه از اینکه حضور پیدا کردیم. از شما هم تشکر. وقت شما خوش. ممنون از شما همچنان که تال بیننده مجله صبح بودین. تا فردا وقتتان خوش. خدا نگهدار.